یوش 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 به اینجا بز خانه نام دارد نفرای دکتر نجیب است شهید یک گندشکی کم داری او بله سوین یک کناری اون بام نواسم حالا با دکتر چیزی نگرفتی اون با دکتر اون دپو جو مردکه سلام از فضای سرسبزی بدخشان به حضور شما بیننده های عزیز چه حال دارین؟ خوش آمدین به یک گزارش دیگر از بدخشان میدیا هستم دوستدار همیشگی شما بیننده های عزیز فایز تمیم امیدوارم که تا آخرین لحظاتی از گزارش امروزی هم بیننده برنامه باشین ما آمدیم در یکی از جاهای زیبای بدخشان یک دره خیلی عمیق و همچنان کلان است که اینجا سیل روی بسیار خطرناک است و هموطنان ما در اینجا زندگی میکنه اما من نفهم که این منطقه چی نام داره یک کوکای من اینجا میه فکر کردم که قلبرم تازه خلاص کرده همین گوارم خطرناک است خب گواش برای همین خرشه یوش گفته خومتانم یوش سلام علیکم خوب هستین بخیر زنده باشی سلامت باشی یوش 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 بس این گوشاش کار است نامت؟ نام محمد الله محمد الله از کجا آمدی؟ از آشور قلعه آشور قلعه؟ آشور قلعه یا آشیر؟ آشور قلعه آشور قلعه او در کجاست؟ این همون بالاست ها چی میکردی در اوجا؟ قلبه قلبه میکردی؟ خلاص کردی یا که مانده هنوز کارات؟ خلاص کردی بخی خلاص کردی دیگه؟ خلاص آماده پاشیدن شده؟ یوش سوال تیراما میپاشی تیراما؟ چی میپاشی باز از زمین؟ گندم گندم بسیار خوب زنده باشی این قریه که در پیش روزی قریه چی نام داره؟ ایتارچیسه ایتارچی ایتارچی با باز یا گفتن بزخانه و بزخانه کجاست؟ خب بزخانهش باز ایتارچی یاد میشه هر چیزش باز باز هر قریهش یک نامی داره با اینجا بزخانه نام داره بزخانه سه با چه خاطر بزخانه میگن؟ والا قشن نمیفهمی قشن نمیفهمی؟ خب به هر صورتش دیگه انشالله که خسته نباشی اینجا تا خانه ای که میره چقدر دور است؟ یگان 15 دقیقه است 15 دقیقه در 15 دقیقه امره همه خر میره میای آسه آ بسیار خوب زنده باشی برو بخیر باشی دیگه ببخشید مزاحمت شدم خدوسای عزیز ایجو یک آجی سیب محترم هم شیشت همراهش هم چند دقیقه صحبت میکنیم ببینیم که کجا آمده آجی سیب سلام علیکم سلام علیکم خوب هستی بخیر خوب هستی زنده باشی سلامت اعضای ترام با کل اگر رفقا داشت بتین برادر عزیز من از ولسوالی کشم هستم آمدم اینجا یک دخترم اینجا شوهر کدگیست آمدیم امور یک خبر گرفتن یعنی فعلا از موتر پایین شدیم قندم آه بسیار خوب زنده باشی اینجا یک گندشکی کم داری بله سبین یک کنری هم با من نواسم آوردیم بعد همون پیشون گفتن که با ما یک گندش بیاری بابا بیاری بابا من گفتم خواه یعنی یک کنری برای از او آوردیم چند نواسه داری آجی سیف؟ دوتا با این را یک تا آوردی باز چی رقم؟ یکش دختر هست یکش بچه هست حالا با او دختر چیزی نگرفتی؟ آره با او دختر اون در پشت مردکه سه چهار دانه خربوزه دیگه چیز بادرنگ، سیب، آلو، زردالو، گیلاس این چیزا گرفتیم نام خدا ای با این کناری را خریدی یا که خودت داشت در نه خودم داشتم چوچه گیری کردی؟ یا دو چوچه کده بود یکش نر بود اوشم پیش همی نواسم آورده بود بعد از او آل گفت که بابا جان همی یک کنری ماده بخشم از همون کنری های خودت بیار من گفتم بسیار خوب یعنی او رو بر از او ببرم بسیار خوب آل خبر دارن که شما آمدین یا نه؟ نه خیری نه نه او رفتن تا والنوز من نرفتیم خونه خیلی برای بخیری کنری رو بیار چه خخش شد دیگه ایجا موتروانه گفتم در این مسیر رای استاد کد هیچ نمیفهم چی رقم را پیش مکتب ها او بدر جان من گفت من تو را گفتم در اونجا استاد کن والا گفت جان شده دیگه من خب گفتم خیلی که شده بود آجی سه فکر کن پایدار دم هسته نه خیلی خوب ما یه طور است که ما از نفرهای قرن 20 هستیم از نفرهای دکتر نجیب هستیم شهید سای منصب بگویی هستیم همه هر چی بگویی هستیم
این پایان مرمی خورده بود. در کجا مرمی خورده؟ چی کار میکردین؟ در وقت که حزب و جمعیت بود، ما در جمعیت بودیم، بالای ما تعرض کرد، ولسوالی شهر حزبی ها میگرفت جمعیت. در یک روز ما 15 دفعه حزبی شدیم، 15 دفعه جمعیتی شدیم. سرکرده حزبی ها همیکی بود، مدافعی بود، بسیار آدم نیک و خوب آدم بود، آدم کش نبود، نه به حزب کار داشت، خودش گرچه حزبی بود به جمعیتش کار داشت، اما تفنگش اگر میگرفت برو بچه پناهید به خدا بترش، میگوه اینه او غالق بود، میگوه یا 20 لک 30 لک رفت بترش برو پناهید به خدا زن بچه تارم، نگاه کن با جنگ کردی با بیا نه مرد دیگه فرد خدا آرام آرام ایست من تقای ما، ولیکن ما را یعنی به همی حالت و کس ما را تاباله ده هیچ همه چیز کمکان نگرفته. آمدن دیدن خانه و روز ما را کس در قصهش نیست. چند مرمی خورده ناجی صاحب؟ اینطور بود که از بالا که من این راکت به چیز آمد آوان آمد اوجه که غلطید اصابتش به پای ما رسید، ما نه مسلح بودیم نه چیز دیگر، فقط ما یک اوجه دوکان نانبایی داشتم قبلگاهیم فوت کرد دیگه، همیچه بیادرم فوت کرد، بالا خدا پایین خود ماندیم، هشتر نفقه خور حیال در گردن ماست، هیچ داسمان ستاره ندارم در زمین دوریا، این کار کردم میخوریم نکردم حلاکت. حالا کسی هست در مثلا کشم برای شما کمک کنه؟ نه چی کمک میکنه، این کمک ها میاید سرازیر میشه، اوی که یه در دم پاره است و چیزی داره و خوب برادر میچله از نان از او از او از او باخبر به او میرسه. عسکری کردین ناجی صاحب؟ بله. در کجا عسکری کردین؟ هرات. در کدام دوران بود؟ دوران داوود. چه قسم بود؟ میشه قصه کنین دوران ها؟ دو دوران چی میکنه؟ دوران های او در شکم ماهی یه چور نمیخورد، هر سو میرفته کس نمیگفته در جیب چند رپه داره یه چند رپه، 30 رپه ماش ما بود، از 30 رپه در 40 رپه شد، بس خلا تمام آذوقه ما را میداد، اما چل رپه ما را میداد افزود میمود بر ما، یعنی در یک قسم ما کمک هم نمیکنه، از ده دفعه کم نرسیم پیش همه حیات ها گفتیم برادر اینی تفکره ما اینی خود ما اینی برو خانه را بیا بریم بیبین، ولی ما را نگرفته. خب خدا مهربان است، تا خدا هست امیدی ثمری است دیگه، همیشه همون تو جان تان جور باشه حاجی صاحب، سلامت باشین حاجی صاحب، زنده باشین، تشکر برادرای عزیز ما، شما و شما را خداوند در حفظ پناهش نگاه کنه، زنده باشین، با تفیل شما ما آرام باشیم، زنده باشیم، یک آرامی ما به درد نمیخوره، ملت ما آرام باشه که ما در برابر ملت ما آرامی کار داریم، نان کار داریم، ای که نال باشه و جنگ و جنجال باشه خدای نخواسته نان هم گم میشه، کار گم میشه، نیال ما سه بچه دارم، عرصه زن داره که خانه داره از ما جدا هم، یک شب یه طرف روشی میکنم بیگه که شد هم دخلا کشمه ره آقا اینه میبینم که یا 70 رپه یا 60 رپه 4 سر نان خور است، یک دیگه 6 سر است، او شما نمیبینی که یا 2 ساعت یک نیم ساعت پیدا کرده و چای شوه روغه، خداوند یک آرامی را زی ملت ما بیاره که ما ملت آرام بود، ما در برابر آرام هستیم، خداوند الهی شما را هم در حفظ پناه ایدن زنده باشین، خیر بینیم آجیزیم، بخیر باشین، زنده باشین. خب هموطان های عزیز، ما در ایتارچی هستیم، ایتارچی هم یکی از جاهای زیبای بدخشان است، همچنان بسیار یک جای کلان است و فعلا ما در قریهش میریم که قریه به نام بزخانه یاد میشه، اما تا آسته آسته داخل قریه میشیم و ما در برای جا با شما بیننده عزیز کمی معلومات بدم، این یکی از دره هایی است که این دره هم از خود ولسوالی ارگوی بدخشان هم
سیلاش یک جامش از کوههای بلندی ارگو بالاخره به اینجا میه که جرم خیلی خرابی زیاد کده که در این وقتهای بارانی بدخشان هم بسیار دره سیل خطرناک داشت و خوشبختانه که به مردم آسیب زیاد نرساند، اما این دره ای که سیل میره و به خود سرک قیری که موترها عبور و مرور میکنه به این سرک هم گد میشه و دوستای عزیز سرک هم بسیار زیاد خرابی میکنه و کسایی هستن که در جا کار و روزگار ندارن این سرک پاک میکنه یک دریپه پول از ایمی کسایی که متروان هستن میگیرن. و این قریه که ما میریم این قریه به نام قریه بزخانه یاد میشه و بزخانه هم قریهش مربوطی ایتارچی میشه. دوستای عزیز ببینیم که چرا بزخانه میگن و بچه خاطری بزخانه یاد میشه. من خودم تعجب میکنم، اما بریم خدا کنه که کسی را ما پیدا کنم که درباره قریه دوستای عزیز با ما معلومات بده. ولی لحظاتی از برنامه نمیاد چند تصویر کوتاه از این قریه زیبا میبینیم. در ادامه برنامه با ما باشیم. لالا جان خوب هستی؟ شکر خوب هستی. بخیر هستی؟ نام چیست لالا؟ نام من ظفردین. ظفر جان، ظفر جان، خانه تا کجاست؟ خانه من در او بالا هستم. در او بالا، او بالا ایجا آمده، چی میکنی در ایجا؟ اه؟ ایجا چی میکنی؟ ایجا خودم آمده. خودت آمده، خودت چی میکنی در ایجا؟ بازی میکنی؟ چکر آمدی؟ ایجا خودم آمده. ها بسیار خوب. این بزخانه در کجاست؟ بزخانه این در بالا هست که در اونجا میریم. های بزخانه بالا هست دیگه ها؟ کسی هست در اونجا یا نه؟ هست در مردم دیگه. ها مردم هست دیگه ها؟ بله. مکتب میخونی یا نه؟ بله میخونم. صفی چندی مکتب هستی؟ صفی پنج. پنجگان شعر ترانه یاد داری بخونی با ما؟ یاد نداری؟ نه. خب بیا پیش امی لالا میبریم. بیا لالا جان اینجا کجا میره دیگه؟ تک تنها گریخته روان هستی. بیا. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی لالا؟ بخیر هستی؟ زنده باشی. کجا میره بخیر؟ خانه میرم سر. خانه در کجا هست؟ خانه این بالاتر است. خب سال خوب. نام چیست لالا؟ محمد نسیم. محمد نسیم جان ای کجا اومدی؟ علوی سرک سر. چی میکنی در علوی سرک؟ یه خانه در پویان داره. خانه در جو یاره یه خانه خواهر میرم در آجستم و پدرم در بالا سر. خانه پدر میره دیگه. اجانا خلط به زندگی و روزگار خط سی؟ بله سی بابا. بسیار خوب زنده باشی. یه جور را گفتم بز خانه. بوز خانه است. بز خانه نیست. بوز خانه است. بوز خانه؟ بله آه. تم وقتای سابق یک رقم لیاف جور میکنن بوز بود. چی میکنه؟ چی بوده؟ ترباز بوده؟ به خاطر همون بز خانه میگن. ای بز نیست دیگه؟ نه نه بز خانه است. بز شما چی را میگین؟ بز نه ای به ازبکی ایوان است دیگه. چی؟ نه خب بز ایوان است ها. و چی که میگیم ما؟ بز خانه گفتین که مثلا یک قسم لیاف است گفتین؟ آه این پشم و این چیز جور میکنن گوسفند و بزو. ای از پشمی بز شاید باشه جور کده؟ آه ای پشمی گوسفند و بزو این چیزا. خب همین خاطر بز خانه میگن؟ بله سیبان. آه بسیار خوب. با همین قریه با همین نام یاد میشه؟ بله سیبان. تا یک بچه بالاتر برانو قازوای. اینجا بزخانه و جانم قاضی چی؟ قازوای. قازوای ها؟ بله سیبان. قازوای نمای جالبی داره. اینا مردم های ارگوس هست. مربوط این نوعی هفت شرف از باید میشه. نه از ارگو آمدن؟ اصلیت اینا رو نمیفهمه که شما نه که شما نه مقصد سابقا مربوط ارگو میشه ولی مربوط فیض آباد میشه. این قوم ازبک ماست. ازبکستان. بسیار خوب زنده باشی. کار و بار و مصرفیت چی سر لالا؟ والا یک دانه زرنج دارم یگان وقت قیامون زرنج مصرف سیما. کار و بار هست یا نه؟ یگان وقت میشه یگان وقت نمیشه. ای دره مثلا یگان سنگ لگیت گفت سخن میبری؟ بله سیبان. بسیار خوب. سیلی جان ما گفتم بسیار سیل خطرناک داره. چرا خبر؟ سیل خطرناک داره سیبان. این سال سیل اومد همین لبی سرک خیلی اولیا را لغت کرد و کشت کار او. خیلی خسارت کرد به من. واقعا مشکل است. این سیل هم اگر ارگو میره؟ بله سیبان اون طرفش قریب به ارگو سر. چرا خواهد مردم های جا مصرف چی کار بارستن؟ زمین و زمین داری دارن یا نه؟ کم کم دارن این مصرف دیقانی و مالداری و همینجا سخن.
خب همه قمه کنن که روز خدا تیر میکنن دیگه خلاص. بسیار خوب زنده باشی. کسایی که در دره میرن، موتره میرن، اونجا چی میکنن؟ موتره سیب ریگ میارن و سنگ میارن و این خاطری که اینجا سیل همون ریگ چیز را آورده باشه همون را میبره؟ بله سیب همین سیل آورده اگه ریگ سنگ هر مرد. کسی بخواید در دره کار کنه میتونه؟ میتونه همین قومی کسی... هر قومی قیامت مربوط همین قوم باشه؟ مربوط همین قوم هر کسی رنج ریگ کسی او پیسه نمیگیره که چرا تو ریگ نه خیلی خوب است دیگه هر کسی همین سنگ ریگ جمع میکنه بر میکنه بسیار خوب زنده باشی لالا جان برو بخیر باشی تشکر زنده باشی اینجا هم بر کوس بینندوی عزیز جایی که هموطنهای من در اینجا زندگی میکنن زحمت میکشن و اینجا هم به نام بوس خانه میگن که ای بیادرم در بارش معلومات خیلی خوبم دار و مردمایش هم مردمای ولسوالی ارگو هستن که سابقه ایجا آمدن و زندگی میکنن و قومای ازبکی ما هستن بیا همین لالان برو دیگه ببینیم که چی میگه و منتظرشون هستیم بیا پیشی آجی سیب بریم که آجی سیب هم بسیار معلومات دارن در برای اینجا سلام علیکم آجی سیب بخیر چی حال داری خوب هستی؟ بخیر مزایمتشون رو ببخشی دیگه خدا ببخشه نامی مبارک چیز آجی سیب؟ خاک عبدالحفیظ خاک عبدالحفیظ بعض زیاد هم خودتون میفهمیم که کسایی که شکست نفس باشن اونا اول نامشون خاک میگیرن همین رقم هست؟ شما تمام این مردم همینجا اولین نامشون خاک میگیرن یا که تنها شما هم تو میگیرین؟ اجا مردم همینجا تمامش نامشون خاک میگیره یا تنها شما؟ خب بعضی فامیلگی یعنی میگه که نام این چیز هست یا نافامیلگو میگه خب نام فلانی هست بسیار خوب در برای قریه به ما معلومات بتیره چرا بزخانه میگن؟ بزخانه میگن؟ یک وقت زمان سابقه اینا نبود ما همی پخته را میرفتن بازو را میبفتن او را ما کرباس و تاجیکی کرباس میگن و ازبکی بوز میگن این نام دکان داشت این دکانداری را مقصد یه بف میکنن این همونجا بزخانه میگنم بازی پشم کدام ایوان بود که را میبافتن؟ او پشم ایوان نه پخته بود پخته بود؟ خب من گفتم که بزخانه بود یا که بوز بود دیگه ها؟ بوز بود این همون کرباس میگن همون پخته را دیگه ها؟ همون پخته را بسیار خوب زنده باشین این مردم اینا در اینجا زندگی میکنن چقدر وقت پیش آمدن در قریه شما چقدر وقت عمرتان در قریه سپری کردین چند ساله بودین که در قریه یاد میدادین ما یاد ندارم در قریه آمدن شما یاد نمیتین؟ تولدتان در اینجا شده؟ تولدتان در اینجا یعنی که بسیار زیاد سابقه بوده اینجا چند ساله باشین؟ عمرم قریب به 80 رفته یاد ندارم که اینا من کی آمدن اصل از ارگوس هستند مردم اینجا؟ مردم ارگوس بسیار خوب دارد این مردم های ارگو معمولا دو زنی دارن شما چند زن دارن نجیسه؟ من یک تا دارم یک تا دارن؟ چرا یک تا؟ دیگه نگرفتین؟ یعنگ هم اینجا زن نداد که بگیرین یا که ترسید؟ نه هم بترسم هم نمیگیرم از اندوال هایی که سابقه قطید بود کسی هست یا آلی هم قطید یا نه؟ نه آره همه مردگی شرف و مرد خلاف شد هیچ کدامش نمانده کلی شرف بر عبد خدا یک ما مانده ما میریم یه عمرتان طولانی باشه همی که هستین دم جا واقعا افتخاری ما هستین زحمت میکشین دم جا و کسایی هستین که واقعا هم گذشته ها به ما یک چیزی که در اینجا افتفاق افتیده به ما قصه میکنین خیلی ببینین و چند قریه دیگه بالاتر است در اینجا یک تنها همی قریه است و دیگه قریه ها و طرفتر هست یه او بالا پشت سر یک قیره را به نام قاززره میگن او معلم ترق است ترق؟ ترق است، های بر ترق است خب همی سر کوه بره قریه زیاد است دیگه میره او پشت سر در اوجا او قیره کلان است او هم ترق میگن از همون پوزه او بالا که رفتی ساق مردم ترق است
کشت زراعت های دقانی داری نداری؟ داریم کم کم داریم. او قدر زیاد نه دیگه؟ بلای خدمو. حالا بچه هست کمک کنه قدر خود در روز باری یا نه؟ میکنه بچه هم میکنه. سابقات کار کردی اونو خوردن؟ حالا خیلی اون یغلی غزی پس برای ما کار کرده بچن دیگه. حالا ای پون موندی باید اسموندی مجبور که کار کرده بچن. شما ولی نام خدا که 80 ساله هستی، نام خدا خوب جوان هم هستی. چی جوانی هست؟ پیر شد را. نه هنوز یکان تاری سیاه مونده. خوب تبخش خواه هستی. برای بخونه یک چوی موی بخونیم. زنده باشه سلامت. من گفتم بیا یک اول تا بگیرم. دیگه همی یک ویدیو بگیرم یادگاری های شما بانه همی پشمان. گومش میکنین میده و برمون بالو بود. نه ما یک خیلی کسا را یادگاری گرفتیم که خودشان نیستن اما ویدیوشان مانده. خب. های شما هم در جمعی همونو انشالله که عمرتان طولانی باشه و بخیر همی ویدیو پیش ما یک یادگار باشه. تشکر. از طریق تلویزیون ببینین، از طریق یوتیوب ببینین. و انشالله که بخیر زندگیتان هم بشه همون تو پرسمر باشه. تشکر بخیر. گاو گاو داری داری یا نه؟ یک دستا داریم. دستا گاو داری. نه چی؟ شیر میته یا نه؟ میته میته. نگوی که گسالا مکیده. ماس ماس هست یا نه؟ اگران چی نیمان بتی؟ با برسی رقم بومیو. ای خدا بله. چی گفتیش؟ گفتی که نیاره ماس گفتی نه؟ نه من گفتم البته نیاره. من گفتم خدا میدونه. خدا میدونه. با ازبکی گفتی من نمیفهم که چی گفتی. بگو یکان سر ایلک باشه. ازبکی هاش ما میفهمه. من اگران تنه میگو که اگران چیزی بار باز بگه که گساله مکیده. من گفتم ایشو هم نمکیده باشه. خود زنده باشه ناجی سیب سلامت باشه. اگران چینی ماست بود شما همون تو یادگاری میخریم، اگر نبوده هم توکل به خود دعا میکنیم میخریم میریم. نه اگر باشه میریم. زنده باشه حاجی سیب سلامت باشین. خودوسوی عزیز از این بلندی هم یک چند تصویر خیلی خوب و دیدنی ببینین. در ادامه گزارش هم بیننده برنامه باشین. خود دوستای عزیز ما این طرف هم میریم، یک کاکای من اینجا خشت میزنه، میریم احوال او را میگیریم و انشالله که چند قمرش هم صحبت میکنیم. بیاین و ببینیم که اینا با کی خشت میزنن. سلام علیکم. خوب هستین؟ زنده باشین، خسته نباشین. جور باشه، زنده باشین، سلامت باشین. تشکر، زنده باشین. نامتون؟ خال محمد. خال محمد، چقدر وقت میشه که خودت خشت میزنی؟ من تقریبا هم یک ده بجه بودم تا شروع کردم دیگه. ده بجه؟ بله. بسیار خوب، چقدر خشت زدی؟ تقریبا رگون 60 تا شده باشه. 60 تا؟ 60 تا. اینه با کدام خشت میزنی یا کی؟ بله من مرزکه میزنم با این دانه چاره با میزنم. دانه چاری بیان؟ دانه چاری بیان. با خرچ مصرف شخص خط است؟ خرچ مصرف نیم سیمی تیش ریگش کلش ای خودش. دانه چاری بیان؟ دانه چاری بیان. بله. بسیار خوب، زنده باشی. سلامت. باز ایره از روی همی چاری پی حساب میکنی خرچه تا؟ بله. چه خدا خشتی که زدی پیسات زیاد شده میره با؟ بله. یک هزار کار داشت، 400 کار داشت، 500 کار داشت، میگه 600 خش کار داره. 600 خش؟ 600 خش اونجا روی چاری پی چند دکی شد باز مون بسنیم با اون میکنیم. کار رو تا همیست یا که ای بیکاری همی کار گرفتی؟ ای بیکاری میکنیم این کار چی کنیم؟ کار بار خود اصل چیست؟ کار بار ما بالا دارن در از سنگ میشکنم و نمی ریل بار میکنیم و نمی گفتی لبا تا کارا خواه هم خدمت میکنی که روزگار بود چلا بلیا سید بلیا بلیا خواه انشالله که بخیر زندگی و روزگارت خوب بگذارم. من دمین جا دیدیم که خشم زدیم و گفتم بیام یک اول تداشت باشم. زنده باشی. بسیار زیاد تشکر. خود دوستی عزیز ما دمین جا گزارش ختم میکنیم. سپاس از اینکه تا لحظات بیننده برنامه بودین. کسایی که بیننده ما هستند برنامه اگر خواستن دیدن و بدخشان میدیا سر بزنن ببینید برنامه را و از برنامه هم لذت ببرن. تا گزارش بعد خداوند یار و نگهدارش.